جمعی از ایرانیان واشنگتن در ادامه حمایت از خیزش مردم ایران در میدان آزادی این شهر تجمع کردند. با همکارم نیلوفر رستمی در واشنگتن مستقیم همراه میشیم. نیلوفر، بیشتر بشنویم از این تجمع. الناس در ادامه هفته های اعتراضی ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا این هفته هم جمعی از ایرانیان همینطور که تو گفتی در اینجا در میدانی که معروف به میدان آزادی واشنگتن هستش دور هم جمع شدن. الان 5 دقیقه که این تجمع در واقع آغاز شده. این جمع قراره که بهش شیرین نشاد، یکی از هنرمندان شناخته شده ایرانی، و همینطور مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، که هر دو از نیویورک آمدن به پیوند از سخنرانی داشته باشن. قراره همینطور برایان کاکس، هنرپیشه آمریکایی، پیام ویدیویی داشته باشه، و خانم گوگوش هم قراره در این تجمع یک پیام صوتی رو ازش پخش بشه در حمایت از خیزش سراسری داخل ایران. این جماعت بعد از سخنرانی‌هایی که اینجا قراره ایراد بشه، قراره که برن به سمت در واقع ساختمان خزانه داری، ساختمان وزارت خارجه آمریکا، و بعد از اون برن به کاخ سفید. در واقع مقصد نهاییشون کاخ سفید هست، مقصدی که اکثر اعتراضات هفتگی شنبه‌های اعتراضی ایرانیان اینجا بوده. در تلاش هستن تا در واقع مقامات آمریکایی رو آگاه کنن به آنچه که داره در ایران اتفاق میفته. امروز هم اعدام دیگه‌ای صورت گرفته، در واقع از سال جدید میلادی این سومین اعدام هستش، اعدام علیرضا اکبری نزدیک به شمخانی و عضو پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران، که در واقع الان فرصت مناسبی هم هستش که ایرانیان صدای خودشون رو یک بار دیگه رسا به دولت آمریکا نشون بدن. همینطور قابل ذکر هستش که این اعتراضات به همیاری گروه NSG ایران، که گروهی از متشکل از ایرانیان هستن و ایرانی آمریکایی ها هستن، برگزار شده.